دوستای خوبم، سلام. به کلاس درس خوش اومدید. توی دو جلسه قبل با ترکیب توابع آشنا شدیم و توی جلسه قبل دیدیم که دامنه یک تابع ترکیبی رو چجوری میشه حساب کرد. البته خیلی آشنایی مختصری بود. توی این جلسه میخوایم بیشتر آشنا بشیم که چجوری میشه دامنه یک تابع ترکیبی رو به دست آورد. ماحصل جلسه قبل ما این بود که برای اینکه یه ایکسی عضو دامنه اف او جه باشه، باید اولاً خود اون x عضو دامنه g باشه و خروجی که g به ازای اون x تولید میکنه، یعنی jx که اینجا به دست میاد، خودش عضو دامنه f باشه. و اگر x هر دو این شرط ها رو داشته باشه، و در بهتر بگم که x هایی که هر دو این شرط رو دارن، اون x ها عضو دامنه f باشه. حالا وقتی که میگیم x هایی که عضو هر دو این شرط ها رو دارن، در واقع یعنی ما اشتراک دوتا مجموعه رو حساب میکنیم. مجموعه اول x هایی هن که عضو دامنه g هن و مجموعه دوم x هایی هستند به قسمی که jx عضو دامنه f باشه. اشتراک این دوتا مجموعه برابر x هایی که عضو دامنه f. خب حالا با یه مثال میایم آشنا بشیم که ما چجوری این دوتا مجموعه رو حساب میکنیم و چجوری اشتراکشون رو به دست میاریم. تابع fx ضابطه رادیکال x رو داره و تابع jx ضابطش x2 منهای 1. از ما foj دامنه foj J O F و دامنه J O F رو خواستن. وقتی که از اون F O J رو خواستن، یعنی که خواستن ضابطه F O J رو به دست بیاریم. گفتیم که F O J X در واقع برابر F J X، یعنی خروجی هایی که تابع F تولید میکنه اگه ورودی هاش J X باشه، و J X برابر با X2 منهای 1. پس ما باید ببینیم که چه خروجی هایی تابع F تولید میکنه اگه ورودی هاش X2 منهای 1 باشه. تابع F هر ورودی که میگیره اون رو زیر رادیکال میبره، یعنی رادیکالش رو میگیره. پس F X2 منهای 1 برابر رادیکال X2 منهای 1. و حالا باید ببینیم دامنه F O J از چه قراره. دامنه f او جه گفتیم x هایی که اولا دو تا شرط باید داشته باشن، یکی اینکه عضو دامنه g باشن و دوم اینکه باید اشتراکشون با مجموعه که x هایی که به قسمی که g x عضو دامنه f باشه. خب هیچ کاری نداره بچه. دامنه g چیه؟ دامنه g، بذارید من اینجا با یه رنگ دیگه بنویسم، سفید. دامنه تابع J، ما هر عددی رو اگر به تابع J بدیم میتونه ازش خروجی تولید کنه. X2 هیچ محدودیتی برای X به توان 2 منهای 1، هیچ محدودیتی این ضابطه برای ما تولید نمیکنه. پس دامنه G X هاییه که عضو بازه منفی بی نهایت تا مثبت. و حالا دامنه F چیه؟ دامنه F چون X0 رادیکال میره و تنها عددی که بزرگتر مساوی صفرن زیر رادیکال میرن و میشه رادیکالشون رو حساب کرد، پس دامنه F X های بزرگتر مساوی صفر. خب پس دامنه F و J اشتراک دو تا مجموعه. اولا x هایی که عضو منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت عضو این بازه باشند، اشتراکش با x هایی که j x که x2 منهای 1 عضو صفر تا مثبت بازه صفر تا مثبت بی نهایت باشه. این مجموعه که
مشخص شده. اما من میخوام این مجموعه اول در واقع مشخص. اما مجموعه دوم چه ایکس هاییه که در ازاشون ایکس دو منهای یک بزرگتر مساوی صفره. برای اینکه ایکس دو منهای یک بزرگتر مساوی صفر باشه، برای اینکه این ضابطه برقرار باشه، ببینیم چه ایکس های این ضابطه رو در واقع برقرار کنم. ایکس دو منهای یک اگر بزرگتر مساوی صفر باشه، یعنی ایکس دو بزرگتر مساوی یکه و یعنی قدر ایکس، قدر مطلق ایکس بزرگتر مساوی یکه، که این نتیجه می دهد ایکس یا بزرگتر مساوی مثبت یکه یا کوچکتر مساوی منفی یک. پس دامنه اف اوج، دامنه اف اوج برابر است با اشتراک دو مجموعه ایکس هایی که بین منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت هستند با ایکس هایی که عضو دو تا ضابطه، ایکس هایی که عضو مثبت یک تا مثبت بی نهایت و یا منفی بی از کوچکتر از منفی یک باشن و یا ایکس هایی که کوچکتر از منفی یک. این آکولاد منم خیلی زشت شد. حالا ببینیم اشتراک این دوتا مجموعه چیه. یه لحظه من این بالا رو یه ذره پاک بکنم که جا داشته باشیم. من کجا رو به من اجازه میدید پاک بکنم؟ من این بالای بالا رو پاک میکنم. بالای بالا رو پاک بکنم. خب حالا یه فضایی داریم که ما به اشتراک رو حساب بکنیم. اشتراک این دوتا مجموعه بچه ها ببینید از این قراره. این اگه وای چه خطی، چه خطی. بذارید من اینم دوباره پاک بکنم. خب بذارید من محور مختصات رو بکشم. این محور مختصات. مجموعه اول به ما میگه که ایکس هایی که کلن این از اینجا منفی بی نهایت، اینجا مثبت بی نهایت، این هم محور ایکس ها، این هم صفر. ایکس هایی که کل این محور رو پوشش میدن، این کل این. و مجموعه دوم اینه، ایکس هایی که بزرگتر از یک یا کوچکتر از منفی یک. اشتراک این دوتا چی میشه بچه ها؟ اشتراک این دوتا بدیهتاً ایکس های بزرگتر مساوی یک و ایکس های کوچکتر منفی یک. این بازه یعنی بین یک و منفی یک که گرچه جزء این قسمتمون هست، جزء مجموعه اول هست، ولی چون ایکس های عضو بین منفی یک و یک جزء مجموعه دوممون نیست، پس جزء دامنه اف او جه نیست. پس دامنه اف او جه برابر است با ایکس های بزرگتر مساوی مثبت یک، در واقع میشه این مجموعه. بذارید من این مجموعه میشه ایکس های بزرگتر مساوی یک اجتماعشون با ایکس های کوچکتر مساوی منفی یک. این میشه دامنه اف اوج. خب توی جلسه بعد دامنه جی او اف و ضابطه جی او اف رو حساب. پس توی جلسه بعد میبینمتون. خدافظ.